بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الكرام صلى الله عليه وسلم فرمودان إثنان لا ينظر الله إلى يوم القيامة، قطيع الرحم وجار السوء. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در روز قیامت خدای عز و جل دو طایفه انسان را با نظر رحمت نگاه نمیکند. یعنی دو طایفه انسان به در روز حساب کتاب الله تعالی رحم شفقت نمیکرده است. اینها کی آیند؟ یکم قاطی رحمی و جر سوی، یعنی سیلی رحم را بریدگی و همسایه بد. لیکن سیلی رحم گفته سیه میگیم سیلی رحم خیش تبار کتی رفت آمد کردن، خیش تبار کتی مهر آقابت کردن، این حمله سیلی رحم میگوند. سیلی رحم برای هر یک مؤمن مسلمان در اسلام مبین من شما این واجب بده است. اگر کدام کس سیله رحم را ترک ندگری و گناهکار میشده است. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزی در یک مجلس صحابگان نشسته بودند، گفتند کدام از شما یگان سیله رحم را بریده باشد از مجلس ما خارج شود. گفتند یک همجنده جوان اشتراک داشته است، همین گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنید و از جاش برخیسته برآمده برفت. مدتی گذشتن باز هم گشت آمده نشست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند ای جوان، تو چرا خیسته برآمده رفتن باز هم گشت آمدی؟ جوان جواب داد که یا رسول الله، وقتی که شما کلام درباره سیله رحم گپ زدید، من یک خاله داشته بودم. من همه خالم که تا رفته بیا نمی کردم، همون حالم که سیله رحم نمی کردم، همین گپ شما را شنودم و رفته حالم را یافته، هوای به عذر منظور کرده، هوای خوشنود کرده، هوای راضی کرده، گشته آمده مجلس شما، از بار دیگر مجلس شما آمده شدم. گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در کدام مجلس اقلا یک کس سیله رحم بریدگی باشد بر آنجا رحمت و برکات پروردگار ناظر نمی شفتی. در کدام جماعتنده یگان کس سیلی رحم را بریدگی باشد، اگری همون جماعت به برکات الله تعالی و رحمت الله تعالی ناظر نمی شست. افسوس که امروز ها بسیار می شنیم که بعضی خیش و تبارها یا دیگر هاشون که قریب بیدین، حتی میشنویم همین خیلی خبرهای ناخوش میبیاد، فلانچی پدر به فرزندش قهر بده است، یا مادر به پسرش یا به دخترش یا با خواهرش، خواهر با بچهش که یا عکاچهش که قهر بده است. چیزی گپ باید میشنویم، این خیلی گناه مزمون است. البته در حیات هر خیل بعضی حالت ها میشد، یا دیگر ها ما که نافهم ها شیموند، یا دیگر ها ما که یک کمو بیش یک چیزهای گپ ها ما گرختنش ممکن، لیکن این کینه عداوت کرده گشتن یا دیگر، و این در شرط اسلام حرام است. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که لحجر بعد ثلاثه، شما گفتن از سه روز زیاد یا دیگر تا به کینه عداوت کرده گشتن قرش گشتن محقتا نیست. گفتن حتی در مسئله ها آمده است که دو کس آمده یک جماعت نماز خوانده، یا دیگرش که قریب باشه دیگری نمازش قبول نمیشه است. یا که آدم قریب مثال برادر یک مؤمن که قریب باشد و رفته خانه خدای از زیارت کرده بیاد دیگری، هرچی ها زیارت وی هم قبول نمیشه است. چونکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیفتن من کان له کینون فلیس له دینون، کدام یک کس یک کسی دیگر به کینه عداوت داشته باشد وند دینش نیست. گفتن برای همین این همین مسئله به نهایت احتیاط شده نمودن کار بس. حیات ما در میشد نافهمه ها میشد، یا دیگر موقعی همین ما درب از دلوم گرفته پرته قلب ها میه، دعا
دلوم یا پاک را گشنم در قلب است. زیرا الله تعالی در قرآن کریم می فرماید استعوذ بالله این المؤمنین اخواتون، مؤمن برادر مؤمن است. شخصی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت می و یکن مؤمن است و یکن همون کلمه گفتی کس برادر من شما شده کن. اکن ما یادگرم که اینا عداوت کرده گشتن قهرش را گشتن حقمون ابلس. خدای عز و جل انا همین سیلی رحمه در عمل در حیات رعایت کرده گشتنشه، خیش تمار همه رفته آمد کرده گشتنشه، همه همه نصیب روزی گرداند. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.